خب ببخشید ستاره جان، من مایک رو گرفتم چون این جمله آخری که میخواستم بگم، میخواستم شما عزیزانی که به خصوص عزیزان داخل کشور بشنوند. نهاد مردمی، نهاد مردمی نمی بود و نخواهد بود بجز با پشتیبانی و همکاری و همبستگی عزیزان داخل کشور. ما کسانی که در خارج از کشور هستیم، چه در اردوگاه های کمپ عراق و ترکیه و نروژ و اروپا، چه کشورهای دیگه اروپا، چه کسانی که 30 سال اینجا در خارج از کشور بودیم، به هیچ وجه نخواهیم توانست کاری رو درست انجام بدیم مگر با همفکری، همبستگی و پشتیبان عزیزانمون در داخل کشور باشه. چرا؟ برای اینکه ما 1000 و 2000 و 3000 نفر اینور داریم تلاش میکنیم برای آزادی اون 70 میلیون اون طرف آب. اجازه بدید قبل از اینکه برنامه رو قسمت بعدی رو پیش ببریم، بار دیگر من نشون بدیم اینجا که ما برای همبستگی آمدیم. 48 ساعت پیش بود به محض اینکه شنیدیم که جنبش ما هستیم، در تلویزیون کانال 1 اعلام کرده بودن آقای همایون که ما صدا و تصویرمون به ایران نمیره و ایشون گفته بودن من از سخنگوی ما هستیم برم کنار، کسی دیگری جای دیگری که برنامه به تلویزیون به ایران میره بیاد و صدای ما هستیم رو به ایران برسونه. نهاد مردمی فکر میکنم اولین گروه و شاید تنها گروه سازمانی بود که کسانی که در اتاقهای اینترنتی بودن با همفکری هم تقریبا با اتفاق نظر دعوت کردن از جنبش ما هستیم و کانال 1 که تا زمانی که به ایران نمیرن از این ابزار، از این رسانه استفاده بکنن، صداشون رو به ایران برسونن. برای اینکه ما ایرانیان به هیچ وجه به آزادی و دموکراسی و اون آمالی رو که داریم به نظر من نخواهیم رسید مگر اینکه دست به دست هم بدیم. اگر اشکالی از همدیگر میبینیم با کمال احترام بگوییم، ولی کن قضاوت ها و اون قضاوت هایی رو که بدون سند و مدرک هست رو بذاریم برای آزادی ایران در روزهای آزادی. برای اینکه حدود 32 سال کارنامه هست که باید بهش رسیدگی بشه، یکی و دوتا و سه تا و چهار تا نیست. این همه اعدام، این همه کشتار، این همه زجر، این همه دزدی، این همه رشوه، این همه مال مردم رو گرفتن، به نوعی و انواعی باید اینا بررسی بشه، حالا یا از طریق دادگاه ها و عفو عمومی و یا هر جور دیگر. ولی ماها که در خارج هستیم و داریم برای آزادی ایران کار میکنیم باید دست به دست هم بدیم. امروز آقای خسرو چاوشی یک خبری خوبی دادن که در یکی دو روز آینده فکر کنم اعلام بشه، من چیز دیگری بیشتری نمیگم. اگر خود خسرو عزیز صلاح میدونن که بدون نام بردن اسم کسی یا سازمانی یا گروهی اون ساعتی رو که برنامه رو که لازم میدونن اشخاص فردا ببینن اعلام بکنن، میتونن دستشون رو در اتاق بلوکس بالا ببرن و این رو اعلام بکنن، وگرنه ما برنامه خودمون رو امروز پیش میبریم. شروع کردم بگم که چرا همبستگی. امروز صبح آقای سعید شمیرانی تلفن زدن، پیامی برای من گذاشته بودن که ایمان جان بنا به همین اسنادی که در ویکی‌لیک تازگی اومده، یکی از کارهایی که انجام شده توسط نیروی دریایی آمریکا این هستش که نامه‌ای رفته به این ور اون ور، همونجوری که ما می‌دونیم که بیایم و هر موقع صحبت از خلیج فارس میشه فقط واژه خلیج رو استفاده بکنیم. و آقای سعید شمیرانی گفتن یک توماری هست که در سایت ایشون یا سازمانی که دارن یا دوستانشون به نام ایران بزرگ در اونجا هست که گفتن اون رو به مردم بگید که روش کلیک بکنن و برن امضا بکنن. بنابراین اجازه بدید که این رو من الان خدمت شما عزیزان نشون بدم، برای اینکه ما باید با هم همکاری بکنیم. اگر سعید شمیرانی صداش به ایران به طور مستقیم از طریق تلویزیون نمیرسه ولی داره در راه آزادی ایران کار میکنه، یک نهادی مانند نهاد مردمی با وجودی که هنوز سعید شمیرانی خودش به عنوان یک شخص حقیقی نیومده و جزء پشتیبانان بنیانگذار باشه فرق نمیکنه. نهاد مردمی به اون صورت نیست که شرط و شروط بذاره برای کسانی که دارن خوب کار میکنن، بلکه در آینده نزدیک بعد از که اینکه سایت نهاد مردمی شخصیت حقوقی پیدا کرد و ثبت شد، یکی از کارهاش این خواهد بود که بره و بگرده دنبال افراد و گروه ها و سازمان ها و اشخاصی که طرح و برنامه‌ای دارن برای آزادی ایران، تشویق بکنه، دعوت بکنه، پشتیبانی بکنه و سعی بکنه که این حلقه های از هم گسیخته رو
همونجوری که دکتر کیانزاد عزیز به این زیبایی نوشتن با هم وصل بکنه. این توماری که آقای سعید شمیرانی اعلام کرده بودن در همون سایت پتیشن آنلاین هست که الان رو صفحه تلویزیون میبینیم و ظاهراً رو سایت خود آقای شمیرانی که ایران بزرگ هم هست برید میبینید و این نامه رو نوشتن، تهیه کردن که فرستاده بشه به کاخ سفید وایت هاوس، وزیر امور خارجه خانم کلینتون و وزارت دفاع و همچنین نیروی دریایی آمریکا. تاریخش هم 29 نوامبر و در اینجا به طور خلاصه نوشتن که آقای پرزیدنت و خانم وزیر و غیره، ما این نامه رو برای شما نوشتیم که اظهار نظر دیپ کنسرن خودمون رو در رابطه با این اخباری که تازگی وزارت نیروی دریایی آمریکا ستایل گاید، یعنی یک دستورنامه هایی رو که در رابطه با اون قسمت آبهای بین ایران و شبه جزیره عربستان هست رو که به طور تاریخی و بین المللی به نام پرژن گالف بوده، یعنی خلیج فارس بوده، اینها دارن عوض میکنن و عربین گالف و خلیج عربی رو باید به پرژن گالف بذارن، برش گردونن. و بعدم یک سری مدارکی که در همون ویکی‌لیک اومده بوده اینجا گذاشتن و بر ساعت خواست و یه سری اسناد و مدارک دیگری رو بهش اشاره شده که در چه تاریخی در کجاها در سازمان ملل و غیره اومده و ثابت شده که این خلیج فارس باید باشه و نه خلیج عربی. در حال حاضر اگر روش کلیک بکنید 512 تا امضا هست و اجازه من خودم جلوش شما برم اینجا و این رو امضا بکنم که بشه 513 تا. اسم من هست ایمان فروتن، ایمیلم رو بله مرسی منصور جان، این ایمیل رو بعدم میذارم، سیتی و اینا رو من رو بیا فول سکرین که من ایمیلم رو، چون اگر روی سکرین باشه کلی سپم از مزدورا میاد. اینم از این گذاشتم و پریویو بکنم ببینم درست اومده و اپروو بکنم. مرسی منصور جان، نشون بدید. حالا اگه بریم برگردی رو صفحه کامپیوتر باید شده باشه، امیدوارم 513 تا. در ضمن من حالا به آقای شمیرانی هم می نویسم و از شما عزیزانم خواهش خواهیم کرد که الان این کار یک تومار دیگری بود اگه یادتون باشه، منصور جان اینو نشون بده که ما در جنبش ایران فردا شروع کرده بودیم و در رابطه با همین بود، همین عربین گاف و خلیج فارس و غیره بود که به کمپانی گوگل نوشته بودیم. تا اونجایی که من میدونم این بالاترین تعداد امضا رو داره در 32 سال گذشته در رابطه با هر مسئله به ایران، یعنی تاکنون 1,240,382 امضا داره و این نشون میده که اگر متنی درست نوشته شده باشه و بیطرف باشه، همینطوری که به نظر میاد همین توماری هم که جناب شمیرانی بهش اشاره کردن همین هست، مردم استقبال خواهند کرد. بسیاری از این اسامی از داخل کشور بوده. اولین امضاشو که بخواید بر اینجا نگاه بکنید میبینید امضای شماره 1 اینجا خود من بودم، ایمان فروتن، بعد امیل ایمانی عزیز که این نامه رو نوشتن، فرشید آزاد مدیر اجرایی جنبش ایران فردا، سیروس مروستی و بسیاری دوستان، رضا کیا، فریبا کیا و غیره. بنابراین این شدنی هست. خواهش میکنم به سایت پتیشن آنلاین بروید و یا به سایت جناب شمیرانی مثل www.iranbozorg.com، اونجا مسلما لینک رو این رو خواهید دید و من با دوستانمون هیئت امنا در نهاد در جنبش ایران فردا هم صحبت خواهم کرد که از طریق جنبش ایران فردا نیز نامه‌ای به کسانی که میشناسیم در کاخ سفید، وزارت امور خارجه و غیره بفرستیم. خب اجازه بدید که در این قسمت برنامه وقتی هم زیاد نمونده، نه؟ اوکی، چون من فردا که روز جمعه باشه ما در این 5 دقیقه پس شماره تلفن رو بذاریم. بچه ها خیلی وقتی که تلفن میخوان، بچه بخصوص از ایران میگن تلفن ها رو باز بکنید. برنامه بسیار تراکم پر بوده همجوری که میدونید و فردا هم امیدواریم چون برنامه همون 2 ساعت هست، بعد از یه سری گزارشی که در رابطه با پیشرفته
نهاد مردمی خدمت شما عزیزان خواهیم داد، برای اینکه میدونید که تقریبا 9 روز دیگه به پایان 90 روزی که گذاشته بودیم برای جمع شدن عزیزان دور هم گذاشته بودیم، یعنی روز 12 دسامبر ساعت 12 ظهر 90 روز تموم میشه و همونجوری که خبر خوشی که چند روز پیش خدمتتون دادم، کمپانی ورچوال NGO این استقبال عظیم و بسیار چشمگیر ایرانیان رو که فردا گزارش رو خواهید دید از هزاران شهر دنیا و بالاتر از 100 کشور در دنیا اومدن و بسیاری از گزارش های دیگر رو، این رو هیچی کمتر از استقبال شدید ایرانیان از نهاد مردمی کمتر از اون ندیده و از الان تقبل کرده که همونجوری که قول داده بود اگر استقبال باشه نرم افزار نهاد مردمی رو به طور رایگان تا وقتی که بتونه در اختیار مردم ایران و خواستاران آزادی و دموکراسی در ایران بذاره. این روز پنجشنبه، این روز یکشنبه که میاد، اولین جلسه پیشگامان بنیانگذار نهاد مردمی خواهد بود که یکی دو ساعت خواهد بود و طبق قولی که داده بودیم میکروفونی در اون اتاق هم گذاشته خواهد شد که در اتاقهای دیگر عزیزان دیگر از شخصیت پشتکامان نام مستعار و هر کس دیگری که در اونجا هست گوش بدن به صحبت های این عزیزان و چند تا گروه کاری هست که باید تقریبا اونجا شروع بشن، اگر شد تشکیل بشن وگر نه اول کارشون شروع بشه و یک سری برنامه ریزی های مقدماتی برای نحوه تایید آیین‌نامه مقدماتی نهاد مردمی، نحوه کاندیدا شدن افراد اشخاص برای هیئت امنای دوره اول هیئت امنای نهاد مردمی و انتخابات، یعنی دقیقاً کاری که همه ما منتظرش بودیم در این 90 روز و خوشبختم که بهتون بگم که این کار داره با موفقیت بسیار بسیار چشمگیری پیش میره و در اینجا اجازه بدید که چون یک دقیقه خورده بیشتر فرصت نداریم، من خواهش بکنم از منصور عزیز، اون یکی از شخصیت‌های حقیقی رو که داریم و مدت هاست که از این صحبت‌های شخصیت حقیقی نذاشته بودیم، اون رو بذارن و بعد از اون هم با لوگوی نهاد مردمی برنامه امروز رو ما پایان خواهیم داد. فردا که بعد در تلویزیون اندیشه برنامه ساعت 9:30 شب به وقت ایران 10 صبح شروع خواهد شد، اون گزارش رو خواهیم داشت و به احتمال زیاد خطای تلفن رو هم برای مدتی بیش از معمول باز خواهیم گذاشت که شما عزیزان بتونید نظرات خودتون رو بگیرید و تماس داشته باشید با هم رزمان خودتون در نهاد مردمی. تا فردا مطمئن باشید که ما پیروز هستیم چون حق با ماست و به خصوص که با هیچ کس شوخی نداریم. شب و روز شما بخیر. خدا نگهدار. پاینده ایران. با تشکر از وقتی که به من میدین و با توجه به کمی وقت، شب گذشته با دوستی صحبت میکردم، گفتم فردا امکان داره که در تلویزیون پارس باشم، گفت برای چی؟ گفتم برای نهاد مردمی. شاید زیاد اطلاعی نداشت که خب بسیار تعجب آور بود و گفت که آقا ول کن، تا امریکا و انگلیس و فلان نخوان ایران ما آزاد نخواهد شد. بهش گفتم برو کتاب سفرنامه خوزستان رضا شاه کبیر رو بخون، ببین که این مرد با دست خالی و نبودن ارتباط اون زمان چه کرد. قسمت دوم، در این 11 سال که من همگام بودم با دکتر فروتن و دوستان عزیزی که با ایشون همکاری میکردن، یک چیز به خصوص به من نوید داد و اون پشتکاری بود که در دکتر فروتن دیدم که این مرد از تلاش نایستاد علی رغم کارشکنی ها و خیلی مسائلی که سنگ هایی که جلوی ایشون انداختن. و حالا نهاد مردمی چکیده است از 31 سال تلاش اپوزیسیون در خارج از کشور و هموطنان عزیز مبارز در داخل کشور. رهنمودی است که مشکلات رو بررسی کرد، دکتر فروتن براتون رسوندن و رسید به جایی که ما جوابهاشو پیدا کردیم و ببینیم حالا چه باید بکنیم. درود به همکارانی مثل ریپابلیکن در ایران و همه کسانی که با وجود آوردن نهاد مردمی همکاری کردند. به پیش خواهیم رفت با این افزاری که در اختیار ما گذاشته شده و با ایمان مردم ایران به آزادی ایران. سپاسگزارم. آینده ایران.
شماست.